اهانت به فاطمه زهرا رضی الله عنها الله عز وجل قرآن را برای هدایت بشریت فرو فرستاد و اندیشیدن و پندگیری از آن را برای همگان آسان نمود و لقدی و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود؟ اما رافزیان که هدایت قرآنی را خطری برای اعتقادات از خود بافته خیش می دیدند برای قرآن بطنها تراشیدند تا مردم را از فهم حقیقی آن دور سازند و بگویند که قرآن ظاهری دارد و باطنی و شما هرگز حقیقت قرآن را درک نمی کنید مام صادق علیه السلام میخوان نامگذاری کنن ایشون فرمودن که مادر من لیله هست یعنی شب قدر خداست و ترکیبش میشه لیلت القدر یعنی فاطمه خدا مثل شما میگید سیف الله ید الله اسد الله روح الله اینجا رو تو ادبیات میگن این یک اضافه تشریفی است بانه. در اون سوره قدر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی قرآن در وجود حضرت فاطمه نازل میشه بعد میفهمد و ما ادراک ما لیلت القدر این ما که همون عجزه تو چه میدونی لیلت القدر چیست یعنی اصلا قابل درک نیست این آخوند باطنی میگوید مراد از لیله فاطمه است و مراد از قدر خدا و نتیجه می گردد که لیلت القدر یعنی فاطمه زهرا و این برداشت نادرست خود را به دروغ به امام جعفر صادق نسبت می دهد تا حرفش مقبولیت پیدا کند میگوید قرآن در وجود فاطمه نازل شده است آیا وحی بر پیامبر نازل می شده است یا فاطمه زهرا قل من كان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله بگو ای پیامبر هر کس که دشمن جبرئیل باشد همانا او قرآن را به ازن الله بر قلب تو نازل کرده است در ادامه آیات سوره قدر الله متعال می‌فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر و ای پیامبر تو چه می‌دانی که شب قدر چیست اگر مراد از شب قدر در این آیه حضرت فاطمه است آیا پیامبر فاطمه زهرا را نمی شناخت که الله متعال فرمود و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ آیا پیامبر نمیدانست که شب قدر چیست و این آخوندها دانستند؟ آیا این اعتقاد بر دانستن فاطمه بر سرور انبیا نیست؟ اگر مراد از شب قدر فاطمه است چرا این آخوندهای رافزی در دهه آخر رمضان قرآن بر سر می گیرند و میگویند مراسم احیای لیالی قدر برگزار می کنیم؟ با تفسیر شب قدر به فاطمه این مراسم چه معنایی دارد؟ این که شب قدر از هزار ماه بهتر است چه معنایی پیدا می کند؟ در ادامه آیات سوره قدر الله متعال میفرماید، فرشتگان و جبرئیل در آن شب نازل می شوند با اجازه پروردگارشان برای هر گونه کاری الله متعال در این آیه می فرماید ملائکه و جبرئیل در شب قدر فرود می و اگر مراد از شب قدر در این آیه فاطمه زهرا باشد چه اهانتی بالاتر از این که بگوییم ایشان همان شب قدری است که ملائکه و جبرئیل در آن فرود می آیند پناه می بریم به الله متعال از این اهانت و گستاخی به ذات والای بانوی دو عالم فاطمه زهرا رضی الله عنها